چهارمین حمله به لیبرتی، شهادت 3 مجاهد خلق و 71 مجروح و مصدوم. به دنبال سفر مالکی به تهران برای جلب حمایت خامنه‌ای برای دوره سوم نخست وزیری و در تنگنای محکومیت‌های بین‌المللی و صدور حکم دادگاه اسپانیا درباره جنایت علیه بشریت در 10 شهریور و گروگانگیری در اشرف، خامنه‌ای و مالکی به شیوه شناخته شده خود برای فرار از بحران به بحران و تحت شعاع قرار دادن جنایت با جنایتی دیگر، لیبرتی را برای چهارمین بار هدف یک حمله موشکی قرار دادند. این حمله همزمان با ایام کریسمس و تعطیلات پایان سال میلادی در تاریکی شب و در ساعت 21:15 پنجشنبه 5 دی انجام شد و تیان کمپ لیبرتی با 10 فروند موشک از انواع مختلف هدف قرار گرفت و علاوه بر تخریب بسیاری از تأسیسات، شماری از بنگال‌ها و خودروها در اثر اصابت موشک و انفجارهای بزرگ ناشی از آن دچار حریق و نابود شدند. بسیاری از بنگال‌های محل استراحت به شدت آسیب دید. این حمله جنایتکارانه در حالی صورت گرفت که اجساد شهیدان کشتار 10 شهریور در اشرف علی‌رغم همه مراجعات یومیه و شکایت‌های وکلا و خانواده‌ها، حکومت عراق تا امروز از برگرداندن پیکرهای شهیدان برای خاک سپاری آنان عمدن سر باز می زند و هر گونه اطلاع از سرنوشت گروگانها را هم انکار می کند.